دوستان همیشگی کانال حکیم باشی سلام. امروز میخواهیم در مورد به و بهدانه و خواص آن با شما صحبت کنیم. پس لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه شوید. اما قبل از آن سپاسگزاریم از شما که با لایک و کامنت هایتان از ما حمایت میکنید. درخت به درخت کوچکی است که در خانواده گل سرخ جای میگیرد و پوست ساقه و تن آن قهوه‌ای بوده و در اکثر نقاط اروپا، نواحی مدیترانه، آسیا و آفریقای شمالی میروید. برگ های آن پوشیده از کرک و صاف است. گل های آن درشت به رنگ سفید و یا صورتی و دارای 5 گلبرگ می باشد. این درخت میوه های درشت و کروی شکل به شکل گلابی دارد. میوه به ابتدا به رنگ سبز است و پس از رسیدن زرد رنگ می شود و سطح آن پوشیده از کرک بوده و میوه نارس آن طعمی گس و قابض دارد. اما نوع رسیدهش شیرین، مطبوع و معطر است. جالب است بدانید درخت به در نواحی مختلف ایران می روید و مهمترین نواحی کشت آن گرگان، گیلان و آذربایجان است. اما خواص میوه به این میوه به دلیل داشتن ترکیبی به نام پکتین که از کربوهیدرات های پیچیده است، خواص دارویی دارد و به درمان اسهال کمک می کند. این میوه دارای خاصیت تقویت کننده معده و التیام ورم روده و مقوی قلب، ضد نفخ، ادرارآور، قاعده آور و خلط آور است و نقش موثری در بهبود بیماری های ریوی دارد. در 100 گرم از این میوه این مواد وجود دارد: آب 83 گرم، مواد قندی 10 گرم، مواد نشاسته‌ای 5 گرم، کلسیم 10 میلی گرم، فسفر 17 میلی گرم، آهن 0.8 میلی گرم، پتاسیم 195 میلی گرم، سدیم 5 میلی گرم، ویتامین آ 40 واحد و ویتامین C 15 میلی گرم. به در طب سنتی. از نظر طب قدیم ایران به شیرین گرم و تر و به ترش سرد و خشک است. روغن به سرد و تر و قابض و بهدانه سرد و تر است. به تقویت کننده قلب است، ادرار آور است، نرم کننده سینه است، مقوی معده و دستگاه هاضمه است، قابض است، خونریزی را بند می آورد. همچنین به ترش برای تنگ نفس مفید است و استفراغ را بند می آورد. اسهال های ساده و اسهال خونی را نیز درمان می کند. به بهترین و مفیدترین میوه برای مسلولین است. خون ریزی از رحم را متوقف می کند. اثر مفیدی روی بواسیر دارد و برای هضم غذا مفید است. دانه به یا بهدانه. داخل میوه به دانه های به رنگ قهوه‌ای یا قهوه‌ای تیره وجود دارد. این دانه ها منبع بسیار خوبی از موسیلاژ یا لعاب هستند و حدود 20 تا 22 درصد وزن دانه را لعاب روی آن تشکیل می دهد. دانه های به به دلیل وجود لعاب در رفع التهابات مخاطها، سرفه و گرفتگی صدا نقش بسزایی دارند. به علاوه آنها در مصارف صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند، به طوری که از لعاب این دانه در محصولات آرایشی و مجعد کردن موها استفاده می شود. البته یکی دیگر از موارد مصرف لعاب دانه به آهار دادن پارچه های گران قیمت است. اما خواص بهدانه. لعاب بهدانه را روی زخم ها و سوختگی ها بگذارید تا باعث شفای سریع آنها شود. ضد تب است. اسهال خونی و ساده را درمان می کند. برای درمان جراحات گلو مؤثر است. سرفه را برطرف می کند. برای درمان تورم های داخلی بدن مفید است. برای التیام ترک پوست دست و بدن، نوک پستان، لب و بواسیر لعاب بهدانه را روی موضع بمالید. برای درمان خشکی زبان و دهان مفید است. آفتاب زدگی را با مالیدن لعاب بهدانه بر روی پوست می توانید درمان کنید. خواص دم کرده گل و شکوفه به. سردرد را برطرف می کند. مقوی معده است. سینه را صاف و تقویت می کند. سرفه کودکان را برطرف می سازد. برای درمان بیخوابی دم کرده گل را با آب بهار نارنج مخلوط کرده و قبل از رفتن به رخت خواب بنوشید. خواص برگ و شاخه های به. جوشانده برگ درخت به ورم چشم را مداوا می کند. زخم ها را با جوشانده برگ به بشویید. همچنین این ماده قابض است. زماد برگ درخت به برای ورم چشم بسیار مفید است. اما خواص روغن به. برای برطرف کردن زنگ زدن گوش مفید است. سرگیجه را برطرف می کند. برای مداوای زخم های دهان مفید است. خونریزی ریوی را درمان می کند. اسهال مزمن را برطرف می کند. دوست کبد است و ورم کبد را رفع می کند. و همچنین زخم روده ها را درمان می کند. اما روش های استفاده از گیاه به. بهدانه.
برای مصرف بهدانه می توانید یک قاشق چایخوری از دانه های آن را کمی در آب خیس و سپس استفاده کنید. همچنین می توانید چند دانه به روی زبان خود قرار دهید و لعاب آن را ظرف چند دقیقه بمکید. جوشانده دانه به 30 گرم بهدانه را در 1 لیتر آب جوش ریخته و آنقدر بجوشانید تا به صورت ژله درآید. اما به این نکته حتما توجه داشته باشید که دانه به را باید فقط به طریقی که گفته شد مصرف کرد و هرگز نباید آن را به صورت له شده یا خرد شده جوشاند و خورد. زیرا با این کار موادی به نام آمیگدالین در دانه به تجزیه می شوند و اسید سیانوریک تولید می کند که اسیدی خطرناک است. با مکیدن یا خوردن دانه به، لعاب از روی آن جدا و دانه بدون هیچ تغییری دفع می شود. در این صورت خطر تولید اسید سیانوریک وجود ندارد. اسید سیانوریک فقط با له یا خرد شدن دانه در محیط معده تولید می شود. شیره به 50 گرم به را خرد کرده با 50 گرم عسل یا شکر مخلوط کنید و در 1 لیتر آب جوش بریزید و آن را روی چراغ گذاشته تا بجوشد و حجم آن به نصف تقلیل یابد. جوشانده برگ درخت به 30 گرم برگ درخت به را در 1 لیتر آب جوش ریخته و مدت چند دقیقه بجوشانید. دم کرده گل به 30 گرم گل به را در 1 لیتر آب جوش ریخته و به مدت 5 دقیقه بگذارید تا دم بکشد. سپس می توانید آن را میل کنید. روش تهیه روغن به را تکه تکه کرده و بپزید. سپس آب آن را بگیرید و با 2 برابر وزن آن روغن زیتون مخلوط کرده و آنقدر بجوشانید تا تمام آب آن بخار شود و فقط روغن باقی بماند. البته دقت کنید که این روغن نباید بسوزد. در ادامه شگفت‌انگیزترین خواص به برای سلامتی انسان، کاهش استرس با مصرف به. میوه به با دارا بودن آنتی اکسیدان‌های مختلف در خود باعث رفع استرس و اضطراب در فرد می‌شود. این میوه سرشار از ویتامین C است و توانایی این را دارد که 25% از نیاز روزانه بدن انسان به این ویتامین را تأمین کند. ویتامین C بدن را ایمن و در برابر بیماری‌های التهابی مقاوم می‌کند. از خواص بی‌نظیر این میوه خوشمزه وجود آنتی اکسیدان‌ها در آن است. این آنتی اکسیدان‌ها با رادیکال‌های آزاد مبارزه کرده و سلول‌های سرطانی بدخیم را نابود می‌کند. همچنین تانن موجود در دانه‌های ریز گوشت به از قشه‌های مخاطی بدن در برابر سرطان محافظت به عمل می‌آورند. به از آن میوه‌های کم کالری ولی سرشار از فیبر است. به طور کلی 100 گرم به خام دارای 57 کالری به همراه چربی اشباع شده و سدیم بوده و کلسترول پایینی دارد. طبق مطالعات صورت گرفته مصرف این میوه در کاهش کلسترول بد خون تاثیر بسزایی دارد و موجب بهبود سلامت قلب می شود. همچنین پتاسیم موجود به کنترل فشار خون کمک می کند. درمان زخم معده با خواص به به با داشتن فنول در خود باعث تسکین دردهای ناشی از زخم‌های معده شده و توصیه می‌شود برای تسکین دردهای معده خود از دمنوش به استفاده کنید. همچنین از ترکیب عسل با به غافل نشوید که در درمان بیماری‌های عفونی، روده، اسهال، یبوست و کولیت معجزه می‌کند. درمان کردن استفراغ و حالت تهوع از فواید به است. برای درمان حالت تهوع یا استفراغ می توان به را به صورت پخته یا دمنوش مصرف کرد. این میوه ادرارآور است و به دفع سموم و مایعات بدن کمک می کند. اما خاصیت ضد ویروسی میوه به از سایر خواص به می توان به این مورد اشاره کرد که دارای خاصیت ضد ویروسی بالایی است، به گونه ای که فنول های این میوه در برابر بیماری های ویروسی مانند سرماخوردگی یا آنفولانزا مقاومت بدن را افزایش می دهند. امیدواریم با آگاهی از خواص به این میوه مفید آن را در برنامه غذایی خودتان بگنجانید و از فواید بیشمار آن برای بدن بهره مند شوید. از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. لایک و کامنت های شما باعث دلگرمی ماست.